سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه ما هستید. سلامتی و سرفرازی برای همه شما آرزو میکنم. بحث و بررسی برنامه 360 درجه امروز رو به مطرح شدن و ابراز وحشت سردمداران رژیم از بحرانهایی که از همه طرف رژیم رو احاطه کرده اختصاص دادیم. این روزها زیاد میشنویم که مقامات و مهرهای رژیم به صحنه میان و یا دم از حل فوری و سریع معیشت مردم میزنن و مثل وزیر کار رژیم مدعی میشن که ظرف 2 سال فقر مطلق رو از بین میبرن، یا مهرها و رسانه رژیم میان و از حجم ویرانی ها و از شدت بحران ها ابراز یأس و درماندگی میکنن. و جالبه که در کنار این قضیه یا شاید هم در متن این قضیه خبرهای فساد و دزدی و حقوقهای نجومی کماکان میبینیم که ادامه داره. گزارشی رو در این مورد میبینیم. سایت حکومتی دولت بهار 13 شهریور. خب کسی که ویلاهای چند هزار متری زندگی میکنه اصلا متوجه نمیشه اجاره نشینی چیه، 60 سال قسط بدی برای یه آپارتمان یعنی چی، زیر زمین بشینی یعنی چی. تو یک قلم دولت فعلی فقط 5000 میلیارد تومان از زمینهای مسکن مهر و فروخت. بیشترین رشد نقدینگی تاریخ مال 8 ساله آقای هاشمی، بعد مال آقای خاتمیه، بعد دولت ماست. تلویزیون رژیم 13 شهریور. پرونده حقوق‌های نجومی مختومه نیست. بعد از طرح ادعای یکی از نماینده‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر بسته شدن پرونده حقوق‌های نجومی، دیوان محاسبات این ادعا رو تکذیب و اعلام کرده. در بررسی‌های این دیوان به هر پرونده به صورت مستقل رسیدگی شده یا میشه. در پرونده‌های رسیدگی شده بعضی‌ها تخلفشون احراز شده و برخی هم تبرئه شدن. در این اطلاعیه اومده دیوان محاسبات در مدت کوتاهی دریافت کننده‌های حقوق‌های نجومی رو مجاب کرده پولها رو به خزانه برگردونن. کواکبیان عضو مجلس ارتجاء 14 شهریور. مسئولانی که در برابر فساد مالی ارکان حکومت سکوت میکنن حتما به فروپاشی نظام کمک میکنن. رخنه کردن فساد در سیستم بانکی کل سیستم حکومتی را فاسد کرده و اعتماد مردم را سلب خواهد کرد. مردم میگویند قرار بود حکومت اسلامی باشد، اما وقتی آمار و ارقام اختلاس و فیش‌های نجومی را می‌شنوند به اصل نظام بدبین شده و اعتمادشان کاهش پیدا می‌کند. سایت حکومتی استاد نیوز 14 شهریور. امروز به جای یک اقتصاد پویا دارای اقتصادی بی‌بندوبار و تیولدارانه هستیم. نزدیک به 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و اشتغال همیشه مشکل اصلی پس از انقلاب تا کنون بوده است. اشتغال تبدیل به یک معضل بزرگی شده است که همه آن را لمس می کنند و این برای آینده نظام مشکل آفرین است. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 14 شهریور. مشکلات کشور از روزی آغاز شد که مسئولان اشرافیگری را وارد سیستم اداری کردند. خبرگزاری حکومتی ایلنا 13 شهریور. فقر در ایران از بین نمی رود. پرویز فتاح گفت برای از بین بردن فقر باید زیربنای اقتصاد درست شود، سرانه درآمد هر ایرانی افزایش پیدا کند، اقتصاد رشد کند و از رکود خارج شود، تولید افزایش پیدا کند و ضریب محرومیت مناطق محروم کاهش پیدا کند. انجام این دسته از ضرورت‌ها وظیفه کمیته امداد امام خمینی نیست و کمیته امداد فقط پرداخت بلاعوض انجام می‌دهد. روزنامه حکومتی شرق 13 شهریور. از میان این 13 چالش عمده توسعه اقتصادی ایران، 7 چالش ابر چالش به شمار می روند که شامل چالش محیط زیست، چالش کاهش منابع آب، چالش بیکاری، چالش فساد اداری، چالش نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، چالش بانک ها و چالش انسجام سیاسی و گفتگوی ملی هستند. فساد یکی از مهمترین چالش های جامعه ایران است که مانع اصلی توسعه تلقی می شود. بی تردید در جامعه‌ای که آلوده به فساد اداری باشد، نمیتوان به توسعه اقتصادی و اجتماعی دل بست. سایت حکومتی فرارو 13 شهریور. ریشه‌کن کردن فقر از واقعیت تا عمل. حسین راغفر. متاسفانه باید بگویم که فقر مطلق نه تنها ریشه‌کن نخواهد شد،
بلکه با سیاست‌های دولت دوازدهم گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. وقتی در یک جامعه افراد فرزندان خود را برای فروش می‌گذارند یا برخی قرنیه چشم خود را به حراج می‌گذارند، وقتی یک عده در صف فروش کلیه ایستادند و گروه‌های زیادی در جامعه دچار فقر شدید هستند، اثر استیصال به اعتیاد پناه بردن، چگونه می‌خواهید بدون برنامه فقر را ریشه‌کن کنید؟ در گزارشی که پخش شد دیدیم که کارشناسای رژیم از باند خود روحانی از 13 چالش اسم بردن که از 7 که بیشترشون بحران‌های اقتصادی اجتماعی هستن اونا رو ابرچالش توصیف کردن. از طرف دیگه شاهدیم که رژیم سالیان زیادی هستش که با این بحران‌ها دست به گریبانه، ولی هیچ وقت مثل این روزا ندیدیم که سران هر دو باند به صحنه بیان و اینطور آشفته و نگران صحبت از ضرورت راه حل بحران‌ها بکنن. در گفتگوی امروزمون با رضا هفت برادران به این موضوع خواهیم پرداخت. سلام عرض می‌کنم به شما و متشکرم از شرکتتون در گفتگو. منم سلام کنم به شما و سلام کنم به بینندگان عزیز برنامه. بله. خب طبعا سوال این هستش که این روزا چی شده که خامنه این به صدا هم روحانی و هم خامنه اینطور سنگ معیشت مردم رو دارن به سینه میزنن و معاون روحانی هم از بیکاری به عنوان چالش اصلی اسم برده و به صدا ابراز وحشت کرده. ضرورت اینکه راجع به این موضوع اینقدر این روزا صحبت میکنن چی هست؟ علتش چیه؟ ببینید خب تو دوره نمایش انتخابات روحانی خیلی اومد قول رسیدگی به معیشت مردم رو داد، قول حل مشکلات اقتصادی رو داد. بعد از اینکه به اصطلاح از اجازه دادن از صندوق در بیاد، باز تو تحلیفش اومد قول برنامه‌های خیلی سریع و فوری داد که بتونه مسئله معیشت و بیکاری اینا رو حل بکنه. از طرف دیگه شاهدیم که همزمان همین بحران‌هایی که الان تو گزارش شما اشاره شد بهش، از فقر بگیرید، از بیکاری بگیرید، از تورم بگیرید، از فساد مالی بگیرید که هر روز از یه جای رژیم داره بیرون میزنه، از ورشکستگی بانک‌ها و فسادشون بگیرید، از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و اون وضعیت اونا بگیرید، همه اینا به هر حال فشارای اجتماعی رو روی مردم برده بالا و یک پتانسیل انفجاری برای رژیم ایجاد کرده. به خصوص که دیگه می‌بینیم نیروهای خود رژیم هم سر این فشارا صداشون در اومده، در نتیجه مجبوره بیاد به خاطر همون نیروهای خودش هم که شده بالاخره یک به قول معروف در باغ سبز نشون بده، یک قولی بده. به این دلیل اومده از یک طرف. از طرف دیگه ما شاهدیم اون برجامی که روحانی تمام امیدش رو به این بسته بود که بتونه یک آبی برای رژیم گرم بکنه و به قول منتقدین خود روحانی قرار بود این برجام بیاد از مسئله آب و نمیدونم محیط زیست و ریزگرده و همه چیز رژیم و از جمله مسائل اقتصادی حل بکنه، الان این رفته هوا. از طرف دیگه روحانی که فکر میکرد طرف حسابای غربی به خودش به عنوان به اصطلاح کلید راه حل مشکلات ایران نگاه بکنن، عملا اونها هم در عمل یک چیز دیگه ای نشون دادن و اینها دیگه دستش رو خالی تر کرده. به این دلیل ابراز وحشت میکنن اینها از این شرایط و اومدن هراس‌آلود از این راه حل‌های نسنجیده همجوری قول میدن و حرفشون هم چندان اعتباری نمیتونه داشته باشه. ولی روحانی هم در زمان تحلیفش و هم یک مصاحبه مطبوعاتی داشت، یک مصاحبه تلویزیونی داشت چند روز پیش، گفتش که مشکلات بزرگی رو تا حالا حل کرده و برای 4 آینده هم وضعیت امیدوار کننده است و بقیه مشکلات رو هم در 4 آینده حل میکنه. بله از این قولا زیاد داده روحانی، ولی به عنوان نمونه نه خودش نه هیچ کدوم از کارگزارانش برای یک دونه از این به اصطلاح قولایی که دادن نه برنامه دادن نه زمان دادن، هیچ کدومش نداره. باند رقیبم از قضا رو همین مسئله دست گذاشتن. تازه قولی هم که روحانی داده این قولهای نسیهش رو مشروط کرده به باز شدن راه سرمایه گذاری خارجی ها. سرمایه گذاری خارجی هم به شرطی راهش باز میشه که امنیت این سرمایه گذاری حل بشه. امنیت سرمایه گذاری حل بشه یعنی اینکه باند رقیب، باند خامنه ای
راه رو باز بکنه. به قول این به شرط این امنیت چیز میشه که یک برجام داخلی، یک جام زهر داخلی هم به خورده ولی فقیر بدن. به این شرط این امنیت به اصطلاح حل میشه. یعنی اومده یک راه حل ارائه داده، یک وعده نسیه داده که این وعده نسیه شکستش هم انداخته گردن باند رقیب. درسته. خب معلومه که از این دستگاه چیزی در نمیاد. حالا یک نکته دیگه هم هست، یک سوال داشتم راجع به صحبتهایی که هم معاون روحانی کرده هم وزیر کارش، گفتن که ما ظرف 2 سال آینده کسانی که زیر خط فقر هستن رو از زیر خط فقر در میاریم. خب این یک وعده عام نیست، یک طرح مشخصه، این رو چی میگی؟ ببینید قبل از اینکه این وعده رو بدن، بعد از به اصطلاح نمایش تحلیف روحانی، اینا یک دفعه اون قول و قراره یادشون رفت، شروع کردن از مشکلات اقتصادی گفتن. آقا تورم اینجوریه، همینجوری نمیشه کنترلش کرد، اشتغال اینقدر سرمایه میخواد، شروع کردن بحران گفتن. اینقدر که دیگه این رسانه‌های باند رقیبشون، باند خامنه‌ای، از جمله اصلا وطن امروز، کیهان، اینا اومدن گفتن اینا الان که موقع پاسخگویی به مطالبات شده، اومدن مشکلات رو بزرگ میکنن که پاسخگو نباشن، که مردم به اصطلاح دم فرو ببندن، دیگه مطالباتشون یادشون بره. بله. ولی در مورد این برنامه مشخص که گفتی، 2 تا کارشناس رژیم بدن حرف مشخص زدن، از این حرفای مشخص اینا زیاد زدن. دو وزیر. ولی اجازه بدید جواب مشخص رو از رسانه‌های خود رژیم بگم. همین روزنامه آفتاب یزد امروز سه‌شنبه از قول یک کارشناسش نوشته، اون کسایی که چنین قولی دادن، کسایی که این قول داده بودن، یکی اون بخشید ربیعی وزیر کار دشقیم سابق اطلاعاتیه، یکی هم نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی، این دوتا اومدن چنین قولی دادن. این منتقد اقتصادی از باند خود روحانی هم هستش اتفاقا، گفته کسی که اینجوری حرف زده نه خطر زیر خط فقر رو میشناسه، نه مبارزه با فقر رو میدونه چیه. چون طبق تعریف جهانی کسی که زیر خط فقره یک تعریفی داره، یعنی کسیه که از سرپناهی برخوردار نیست، مسئله غذاش حل نیست، مسئله آموزشش حل نیست، مسئله خدمات سلامت و درمان و بهداشتش حل نیست، مسئله هزینه تردد و عیاب ذهابش هم حل نیست. حالا اینو بخوای از زیر خط فقر در بیاری، شما که خودتون آمار میدید 15 میلیون زیر خط فقر دارید، یعنی یه قلم باید 15 میلیون مسکن بتونید بسازید تا اینا فقط یه قلم سرپناهشون حل بشه. کجا از این وضعیت شرایط موجود نظام هم چیز در میاد؟ اینا رو کارشناس رژیم میگه. میگه چنین ادعایی اصلا همخوانی با امکانات موجود نداره. بعد شما گفتید که اینا اومدن حرف مشخص زدن. من میخوام بگم از این حرفای مشخص تو نظام زیاد شنیدیم از اینا، کما اینکه همون قولایی که خود روحانی در مورد برجام داد. الان هفته پیش ظریف اومده بود گفته بود این همه انتظار بی خود چرا از برجام دارید؟ برجام در واقع گچ پای ما رو باز کرد، ولی قرار نبود به ما فوتبال یاد بده. همین آدم دیروز اومده گفته که برجام گچ دست ما رو باز کرد، قرار نبود که به ما پینگ پونگ یاد بده. حالا معلوم نیست هفته دیگه باز اعتراف کنه برجام گچ کجاشون رو باز کرده و چه مشکلی قرار نبوده یاد بده. یعنی در وقاحت اینجور ادعاها و قرارها اینو کم ندارم. درسته. البته یه بخشی از موضوعی که طرح میشه به نظر میاد غلط نباشه، اونم این که میگن که برای به اصطلاح رونق اقتصادی سرمایه گذاری خارجی انجام بشه و با این سرمایه گذاری خارجی شغل ایجاد میشه، اشتغال ایجاد میشه و مسائل، هم مسئله بیکاری که موزر بحران براشون و هم کلن اشتغال و وضعیت اقتصادی رونق پیدا میکنه. این حرف که غلط نیست. بله این حرف غلط نیست، ظاهرش هم حرف درستی به نظر میرسه، ولی اجازه بدید من از خودم نگم، باز از یکی از کارشناسای همین رژیم بگم. بله. این حرف در یک اقتصاد سالم حرف درستیه، ولی در اقتصادی، کارشناس رژیم میگه اقتصادی که بن پایه اساسش بر راندخاریه و مناسبات ویژه خاریه، دست گروه های خاصه، اشاره میکنه با زبون بی زبونی به سپاه، میگه اساساً از چنین اقتصادی نمیشه انتظار راه حل و حل مشکلات، اونم مشکلاتی که خودشون بهش میگن ابرچالش رو داشته باشه. درسته، این حرف کارشناس رژیم بود گفتید دیگه. بله بله. شما نظرتون چیه؟
نظر من هم در واقع اینه که رد نمیکنه این حرف این کارشناس رژیمو، ولی ببینید یک نکته پایه‌ای‌تر رو باید از بالا نگاه کرد، اونم اینه که این روحانی و تمام این به اصطلاح مهره‌هاش، کارشناساش که ادعا میکنن و وعده میدن برنامه که ارائه نمیدن، اینها در واقع همشون جزی از سیستمی هستن که در رأسش دیکتاتوری ولایت فقیه قرار داره. یعنی اون چیزی، اون کسی که الان بالاترین سرمایه های ایران، شما اون دستگاه مربوط به آستان قدس و سرمایه هاشو بذارید کنار، هیچی، بقیه سرمایه های هم در دست همین ولی فقیهه که به هیچ کس حساب پس نمیده. تازه سررشته های اصلی اقتصاد این مملکت هم شاهدیم که دست سپاه پاسدارانه. خب از چنین دیکتاتوری یک پایه‌ای بیشکافی که به کسی حساب پس نمیده اساساً چطور میشه انتظار حل بحران و معضل و مشکلات اقتصادی اونم ابر چالش هایی که خودشون لیست کردن رو داشته باشیم. بنابراین اساس قضیه اینه که این که اینا به صحنه میان اشاره کردید و از این وعده وعید ها میدهن، اینها در واقع در وحشت از واکنش انفجار اجتماعی از یک طرف، از طرف دیگه دستگاهشون جوریه که دیگه از این ستون به اون ستون امروز به فردا بگذرونن، چون واقعا برنامه منسجم و راحل طولانی مدت و چشمانداز روشنی نمیتونه از چنین دیکتاتوری در بیاد. بله، خیلی تشکر میکنم از توضیحاتی که دادید. خواهش می‌کنم.